خودت رو معرفی کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده رضا نوربخش هستم، راننده مسیر زیارتی قم زمکران و اکثر هفته ها خدا بهمون توفیق داده در این راه خدمت میکنیم به زائران آقا امام زمان و حضرت معصومه و انشالله که مورد قبول درگاه حق واقع بگیرد و همه عزیزان به حاضرتشون برسن و انشالله ما هم به حاضرتمون برسیم که تا حالا خدا را شکر خیلیش رسیدیم. چند وقت الان میدونی؟ من از بعد سگی که پدرم میومدند و میرفتند راهنده بودن ایشون؟ نه بله، از بعد سگی پدرم میومدند تقریبا دور و برای 30 سال همه هفته میمدن و خودم هم الان تقریبا 12 ساله میام. 12 ساله؟ بله. خب پس پدرتون هم حاجت گرفتن؟ بله اونشونم حاجت گرفتن که اومدن، یعنی که شونم کارشون بود. خب هم حاجت گرفتن هم یه سری اصلا معجزاتی تو این راه دیدن. مثلا چی؟ مثلا یه شب داشتن توی زمستون، من خودم هم بچه بودم، برمیگشتیم جاده، مثلا یه یخ و برفی سنگینی بود که واقعا خیلی سنگین بود و یه تصادف زنجیره ای شد و ما هم چه داشتیم میرفتیم، ماشین لیز خورد و با یه سرعتی خوردیم عقبه یه تریلی دیگه. بعد همینطور که ما خوردیم عقبه تریلی، یه ماشینی یه زخم اومد تو عقبه اتوبوس و واقعا هرچی ماشینم میدید میگفت شاید هیچی از توی زنده بیرون نیمده، ولی یه خون از دماغه یه مسافر نیمد. چند نفر مسافر داشتیم؟ 32 نفر. چجوری؟ ماشین مچاله شد؟ ماشین از عقب مچاله شد، از جلو هم ضربه خورد، یعنی ضربه ای که خورده بود همه صندلی یا کمک صندلی شکسته بود به عقب، ولی خدا رو شکر هیچ گونه مسافری صدمه ندید و هیچی آسیب ندید و یه خون از دماغی یه نفر هم نایمد، همه هم سالم بود. چه سالی بود؟ تقریبا ساله کنم سال 87 8. این خاطره ای بود که با ماشین پدرتون داشتم. بله این خاطره که با ماشین پدرم داشتم و با ماشین خودم هم چه خاطراتی که ما داشتیم. یه شب ما اومده بودیم زمکران، بعد رفتیم قم و یکی از مسافرامون تا از ماشین پیاده شد اومد برد اون طرف، با یه سرعتی ماشین زد به ایشون که رفت هوا و اومد پایین به این شدت و خدا رو شد همچی که اصلا خورد زمین، ما دیدیم اصلا بلند شد، همه گفتن ایشون فوت کرد تموم کرد، ولی واقعا عنایت حضرت معصومه با واقعا خانم بود یا آقا؟ نه آقا بودن. ایشون دوباره بلند شد و خدا رو شد صدمه ای هم ندیده بود، خیلی جزئی بود که بعد برطرف شد، داغ نبوده دوباره. خیلی وقتا میزنن به طرف میگن داغه، ما پیگیرش بودیم برای یه هفته در و بعد گفت نه یه کوفتگی دارم که اونم برطرف شده بود، خوب شده بود، یه مشکلی نداشت و واقعا توی مسیر خیلی ها بودن که حاضر گرفتن برای ما میمدن میگفتن که مریضایی داشتن که شفا پیدا کردن، دختر و پسرایی داشتن که دم بخ بودند و عجیب ترین و جالب ترینشون چی بوده؟ عجیب ترین و جالب ترینشون یه آقای بود که میگفت من پسرم با یه دختری ازدواج کرده است و الان که با هم ازدواج کردن و بعد از مثلا چند سال میخواستن بچه دارشن، رفتن آزمایش این طرف و اون طرف، گفتن که شما نمیتونی بچه دارشی هیچ وقت، از نظر ژنتیکی مشکل داری. و من نرس کردم که 40 هفته پشت سر هم با این عروس آدمون بیام زمکران، مسجد زمکران، تا بعد از 40 هفته نتیجه بگیرم.
بعد یه هیچ دکتری دیگه هم نرفتم. و خلاصه ایشون اومد زم کران رفت و بعد یه چند ماهی ما ندیدیمش. بعد چه باش تماس داشتیم گفت خدا را شد از عنایات امام زمان رو حضرت معصومه خدا یه دو قلوبشون داده بعد سه و دیگه مشکلشون برطرف شده سا اینا بعد سه دار شده و خدا را شد دیگه. خودتون چه حاجتی گرفتیم؟ و خودم هم حاجت هم نیست که توی این مسیر دیگه همیشه دعا میکردیم سالم بیایم سالم برگردیم. نه یه حاجت گرفته نمیگیم اونو بگوییم. خب حاجت هایی که گرفتیم معمولا خب یه مریضی بود یعنی تو خانواده داشتیم و اون مریضی هم که ما تو خانواده داشتیم و پیدا کرده بودن خدا رو شد با عنایات حضرت معصومه و آقا امام زمان این مریضی هم برطرف شد. سخت بود؟ سخت نبود ولی خب اگه که مثلا میخواست رواج پیدا کنه سخت میشد، شاید مثلا خیلی سخت میشد و منظر به فوت ها. کرونا بود؟ نه یه قده بود، یه قده بود. ارسی بود؟ نه اصلا ارسی نبود. خودتون داشتین؟ نه من یکی از اقواممون داشت، آشنایی نزدیک بود داشت که دیگه خیلی به ما متوسل شد و ما واقعا براش خیلی دعا کردیم ولی بعد از یه مدتی اصلا دکترای نام نرم خودش هم حتی با ما میومد زمچران. بعد از یه مدتی میگو اصلا قده یه محو شده دیگه هم نیست. گفتیم خب خدا را شد و ایشون خدا را شد الان هم داره به زندگی عادیش ادامه میده و یه هیچ مشکلی دیگه هم نداره. خب خاطره دیگه نداریم؟ خاطره ای دیگه که فعلا دستتون درد نکنه. یه بار خودتون معرفی کنیم. بنده رضا نوربخش هستم، تقریبا 35 ساله از اصفهان، راننده مسیرهای زیارتی قم، زمچران، مشهد مقدس و هر جای زیارتی که عزیزان بخوان تشریف ببرن در خدمت شما هستم. دست نمیدارم. خواهش میکنم. سلامت باشید.